حاوی صحنه‌های دلخراشی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. در کنار یکی از عوامل ویدیو هستیم. بله. بعد از چند روز بعد شما رو به خونش دعوت کرد. خشونت از کجا سرچشمه میگیره؟ خانواده در ارتکاب جرائم احتمالی فرزندانش میتونه نقش داشته باشه؟ نقش پلیس در برخورد با اینقدر مجرمین و متهمین تا چه اندازه است؟ آیا صرف مجازات و برخوردهای پلیسی میتونه پدیده خشونت رو در جامعه مهار بکنه؟ نقش اندیشمندان، حقوقدانها، معلمین، اساتید دانشگاه‌ها و نقش آهاد مردم ما در کنترل پدیده خشونت تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه؟ درود به دیوار باشه دوست عزیز. همونطور که متوجه شدی من پلیس مخفی بودم و ازت اعتراف گرفتم. الان شما بازداشت هستی، میتونی سکوت بکنی یا صبر بکنی تا وکیلت بیاد. درود به دیوار باشه دوست عزیز. از همین لحظه هر چیزی که بگی داخل پروندت ثبت میکنم. طبق ماده 1 قانون 23 لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه خدنگاه. درود به دیوار باشه دوست عزیز. با توجه به این ماده میتوان گفت برای اینکه جرم لواط صورت بگیرد باید اندام تناسلی مرد به اندازه خدنگاه وارد مقعد مرد دیگر شود. سالار جان دوست عزیز، انگیزت چی بود که خواستی فحشا و بیبندوباری رو داخل ایران عادی سازی بکنی؟ فحشا چی؟ من چیز خورم کردم با تو که به من گفتی همه فقط با بله آخر توضیح بده دوست عزیز. شما تغذیت چی بود که انقدر سالارت روش کرده؟ من بیهوش شدم دیدم اونجا مفید بشه گرفتم و اصلا خبر نداشتم که. میگم تغذیت چی بود دوست عزیز؟ میگم تغذیت چی بود که اینقدر سالارت روش کرده؟ تغذیت هم اون بچه دهاتیم، بچگی با صدا خروس صبح اخواب باید بشه و این آدم دیگه مرغ محلی و خروس محلی و ماست و کره و دوغ و و اینا تأثیر داره، اینا تأثیر داره دوست عزیز. حمل سلاح سرد دوست عزیز، بعد شما جواز داشته باشی. حمل سلاح سرد مگه نمیرسم باید واسه یه سالارم مجوز بگیرم که. این سوالو هم با بله یا خیر فقط توضیح بده. به جز بینی با چند نفر تا حالا لواط کردی؟ ببین واسه من فیلم بازی نکن. من تا حالا 50 تا موش تشریح کردم، جنینشون رو هم در آوردم تشریح کردم. منو نگاه کن ببین، من رود به دیوار باشه، به جز بینی با چند نفر لواط کردی؟ لحظه به لحظه اون روز رو واسه من شهر بده دوست عزیز. میگم کامل توضیح بده. والا من بیهوش بودم، دیدم یه چیزایی میفهمیدم که دارن منو سوار یه چیزی میکنن، در حال حرکتیم دیگه، چشام هم بسته بود، نفهمیدم کجا دارم میرم. بعدش رفتم اونجا دیدم رو قالی خوابیدم، سالار هم بیرونه، دیدم خیسه. یه دستم به کونم زدم ببینم کونم خیسه، که متاسفانه کونم خیس بود دیگه، نمیدونم چه. یعنی شما فکر میکنین که بهتون تجاوز کردن؟ احساس میکنم بیشتر من تجاوز کردم تا اینکه من کاری کرده باشم. بله ازشون شکایت هم دارید؟ بله من 100% شکایت دارم. اینا انداختن گردن من، اصلا جای من اینجا نباید باشه. بله خود مرتیکه زنش باید اینجا باشه. این سوال هم با بله یا خیر فقط جواب بده. بار چندومته که دستگیر میشی؟ خیلی خیلی بله بله خیلی خیلی یعنی منو نگاه کن.
رود دیوار باشه. بار چندمه که دستگیر میشی؟ نمیدونم، یه سه چهار باری من دستگیر شدم، ولی اونا واسه دعوا بوده، واسه این بوده که ما رو بردن پولمون رو ندادن، رفتیم یعنی باشون پولمون رو ندادن. بله سابقه اعتیاد هم داری، داخل ادرارت مقداری شیشه و پلاستیک پیدا شده. بله من معتاد به محبت کردن به مردم هستم. بله رود به دیوار باشه، بعد اینکه آزاد بشی دوباره به مردم هم اینجوری محبت میکنی؟ ما میتونیم به شما محبت بکنیم الان دستات بسته است؟ توبه کردی شیطون گولت زد؟ دیروز منو گولم زدی آقا، تو همه چی از زیر زبون من کشی، من فکر نمیدن همه داشتم چیز میگن نبودم اصلا. بگو ببینم آیا اون چرا اینستاگرامش هم برگشت؟ اون همه چیشو باید جمع میکردم و اصلا نمیدونم والا بی خیال شدن ما رو گرفتی. آیا از کرده خودت پشیمونی؟ رود به دیوار، رود به دیوار باشه دوست عزیز. آیا از کرد رود به دیوار باشه. بله. بگو ببینم آیا از کرده خودت پشیمونی؟ بله خیلی پشیمونم. بله دیگه نمیذارم کسی واسم سوال. بله. نمیذارم واسم کیف بزنه. بله. خب به سوال بعدیم جواب بده. همدستات سابقه دارن یا نه؟ مگه همدست ندارم؟ چند وقت با هم همکاری میکنید؟ دقیق. قبلا هم دستگیر شدی یا نه؟ دقیق. با بله یا خیر جواب بده، چطور تو ماتون انتخاب میکردید؟ دقیق. کامل توضیح بده، ببین با من فیلم بازی نکن، کامل توضیح بده به من. خیر بله بله خیر. آیا از کرده خود پشیمونی؟ بله. اگه آزاد بشی بازم لواط میکنی؟ خیر. رود به دیوار باشه. من پشیمانم، منو ببخشید. من بیهوش بودم، تو ساندسم چیز ریخته بودن، ببخشید. طبق ماده یک قانون 23 شما باید بازداشت بشی و پیگرد قانونی بشی. شما رود به دیوار باشه، رود به دیوار باشه. شما داخل کامنت ها بنویسید که بعد یه بلایی سرش بیاریم دوستان عزیز.